پای شیبا و دوج کوین به سینما باز شد. از فاز دوم فروش زمین‌های شیبا جا نمانید. انفجار شیبا اینو در راه است. تحلیل تکنیکال شیبا اینو با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به شیبا اینو رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کانال رو حتما فعال کنید تا هیچی که از ویدیوهای ما رو به محض آپلود شدن از دست ندید. از فاز دوم فروش زمین‌های شیبا جا نمانید. شیبا اینو پس دو جهش قیمتی 30% یک ماه پر نوسان رو پشت سر گذاشت. با این حال زی آن در ماه گذشته خیلی قابل توجه نبوده است، اما این روند اکنون ممکن است به لطف بزرگواری مناقصه زمین‌های متاورسی شیبا تغییر کند. بر اساس آنچه که شیبا اعلام کرده است، فاز اول فروش زمین در متاورس تکمیل شده و اکنون مرحله دوم فروش آغاز شده است. این مرحله تا 7 روز آینده ادامه خواهد داشت و در طی آن سرمایه گذاران می توانند هر قطعه زمین را استفاده از اتریوم خریداری کنند. این امکان وجود دارد که خریداران زمین متاورسی مورد نظر را بدون هیچ تأخیری و با قیمت ثابت بر اساس اتریوم بخرند. حال پیش بینی می شود که این کار علاوه بر گسترش اکوسیستم شیبا به وسیله برای بهبود قیمت و کسب سود برای بسیاری از سرمایه گذاران بدل می شود که به اندازه کافی بدشانسی آورده بودند که در زمان نامناسبی روی این رمزر سرمایه گذاری کنند. پای شیبا و دوج کوین به سینما باز شد. مدیر اجرایی شرکت آمریکایی پخش آنلاین فیلم های سینمایی AMC آدام بیان کرد که از این پس سیستم پرداخت بیت پی که یک سیستم پرداخت رمزارزی است را در اپلیکیشن های اندرویدی و iOS خود ادغام کرده و امکان پرداخت با ارزهایی مثل دوج کوین شیبا سراسر کشور فراهم شده است. این شرکت پخش سینمایی که برای اولین بار در تاریخ 12 نوامبر 2021 پذیرش ارزهایی مثل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین راه اندازی کرده بود، حال به ارزهایی مثل شیبا و دوج نیز روی آورده است. خرید نزدیک 6 میلیون دلار شیبا با یک تراکنش. توکن شیبا اینو که بعد از مدت ها انتظار بالاخره در صرافی رابین هود لیست شد، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و در همین راستا طبق گزارش ویل دیروز پنجمین ننگ بزرگ اتریوم 223 میلیارد روبل شیبا به ارزش نزدیک 6 میلیارد دلار را به دارایی خود اضافه کرده است. علاوه بر این افزایش، میزان تبادل نظر درباره این توکن در جامعه مجازی نیز باعث بالا رفتن تقاضای خرید توکن شیبا در 24 ساعت گذشته شده است که یعنی شیبا یکی از محبوب ترین دارایی های نهنگ های اتریوم است. طبق دادای ویل، نهنگ هایی که بیش از 1000 اتریوم دارایی دارند تعداد زیادی از شیبا را هولد کرده اند. شیبا در حال حاضر با ارزش بازار حدود 13 میلیارد دلار در رتبه 15 بازار قرار داشته و سهم 69% از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از شیبا اینو در این لحظه با قیمت 0.423 دلار با احتساب نرخ تدری 28130 تومان نزدیک 1 تومان معامله می شود. حجم مبادلات روزانه آن 988 میلیون دلار است. قیمت در 24 ساعت اخیر 7% کاهش یافته است. بالاترین قیمت شیبا اینو در تاریخ 6 آبان 1400 معادل 0.408 دلار بودی که همینک 72% پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش شیبا اینو 549 تریلیون و تعداد کل واحدهای آن 589 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال‌ترین صرافی که در آن شیبا اینو معامله می‌شود، صرافی بایننس با سهم 16% از حجم معاملات روزانه است. تغییرات یک ساعته، یک روزه، 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه و 60 روزه روند نزولی داشتند، ولی تغییرات 6 ماهه و 1 ساله روند صعودی داشتند که مطمئناً تغییرات یک ساعته، یک روزه، 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه و 60 روزه که روند نزولی داشتند در آینده به روند صعودی تبدیل خواهند شد. قیمت بیت کوین به زیر 39000 دلار سقوط کرد. چند ساعت پیش قیمت بیت کوین برای اولین بار در 3 روز گذشته به زیر 139000 دلار سقوط کرد و در پایین‌ترین سطح به 38000 دلار رسید. بیت کوین در 24 ساعت گذشته حدود 3% از ارزش خود را از دست داده و در حال حاضر قیمت در نزدیک 139000 دلار در نوسان است. بیش از 80% دارندگان کاردانو در محدوده زیاندهی هستند. توکن بومی شبکه کاردانو سال گذشته سودی بسیار خوبی را از خود نشان داد و توجه سرمایه‌گذاران بسیاری را به خود جلب کرد. با این حال شرایط بازار ارز دیجیتال در سال 2022 ناامید کننده بود و این توکن نیز در این شرایط سهم گسترده ای داشت. گفتن است که سوداوری کاردانو در حال حاضر کمتر از 20% است. بر اساس دادای این تو در حال حاضر 82% کاربران کاردانو در محدوده زیاندهی هستند و در آن 14% از دارندگان این ارز دیجیتال در محدوده سود به سر میبرند. کاردانو نیز نتوانسته سود خود را از بازار نزولی پس بگیرد، اما به نظر میرسد نهنگ ها به آینده این سکه امیدوارند، زیرا نهنگ ها همچنان در حال جمع‌آوری و نگهداری کاردانو میباشند. واکنش ویتالیک به اقدام ایلان ماسک برای تصاحب توییتر. ویتالیک خالق اتریوم در توییترش علیه تلاش‌ها برای تصاحب شرکت‌های رسانه‌ای اجتماعی صحبت کرد. این برنامه‌نویس و میلیاردر برجسته ارزهای دیجیتال معتقد است که تصاحب این شرکت‌ها توسط ثروتمندان می‌تواند عواقب بسیار جدی به همراه داشته باشد. او همچنین می‌گوید که حتی یک دولت خارجی که از نظر اخلاقی به چالش کشیده شده نیز می‌تواند به طور بالقوه اقدام مشابهی انجام دهد. ویتالیک گفت که در مقایسه با ادامه وضعیت موجود در توییتر مخالف تحت کنترل درآوردن این شرکت توسط ایلان ماسک نیست.
ویتالیک معتقد است که اتریوم مانند رسانه‌های اجتماعی ابزار عمومی است. وی همچنین متقاعد شده که افراد ثروتمند نباید اجازه داشته باشند که پلتفرم رسانه‌های اجتماعی را تصاحب کنند، زیرا آنها تمایل دارند تا این رسانه‌های اجتماعی را پولی کرده و سطح بالای نفوذ آنها استفاده کنند. افت 76% کارمزدهای شبکه اتریوم طی 12 روز گذشته. کارمزد تراکنش‌ها در شبکه اتریوم پس از اینکه میانگین کارمزدها در روز 5 آوریل یعنی 16 فروردین افزایش مختصری داشت و به 43 دلار در هر تراکنش رسید، دوباره کاهش یافت. 12 روز پس از رسیدن کارمزدها به 43 دلار میانگین اتر 26% کاهش یافته و به کمتر از 10 دلار در هر تراکنش نزدیک شده است. علاوه بر این، کارمزد تراکنش‌های لایه 2 نیز در چند وقت اخیر کاهش یافته و کمترین نرخ کارمزد در تراکنش‌های لایه 2 امروز به 0.03 دلار در هر انتقال رسیده است. تحلیلگر معروف بلاکچین، بیت کوین در یک مرحله انباشت سنگین قرار دارد. ویلیام، تحلیلگر محبوب بلاکچین، در آخرین نسخه خبرنامه گفته که بیت کوین در حال گذراندن مرحله انباشت عظیمی است و نهادهای بزرگ اکنون 100 میلیارد دلار بیت کوین در اختیار دارند. او گفت که به رغم پرایس اکشن بی‌ثبات بیت کوین، فعالان بازار در حال خرید و نگهداری بیت کوین با نرخ بی سابقه هستند. او همچنین نوشته است میزان خروجی صرافی به نرخی رسیده که تنها 3 بار در تاریخ بیت کوین اتفاق افتاده است که مربوط به مارس 2020، دسامبر 2020 و سپتامبر 2021 بودند. ویلیام همچنین میگوید که این هفته برای اولین بار از ماه ژانویه شاهد افزایش ذخایر نهنگ‌ها بوده، نشان دهنده افزایش تقاضا توسط نهادهای با بیش از 1000 بیت کوین بوده است. گفتنی است که نهنگ‌های بیت کوین در حال حاضر مجموعاً بیش از 280 میلیارد دلار بیت کوین نگهداری می‌کنند. شرکت هواپیمایی اسپانیایی توکن غیرمثلی منتشر کرد. شرکت هواپیمایی نخستین مجموعه توکن‌های غیرمثلی بلیط‌های هوایی را با استفاده از بلاکچین منتشر کرده است. خریداران این بلیط‌ها می‌توانند در تاریخ 29 نوامبر 2022 یعنی 8 آذر 1401 با پرواز ویژه از مادرید سفر کنند. این شرکت اسپانیایی تعدادی از این توکن‌ها را هفته قبل به فروش رساند و حراجهای بعدی را هر دو هفته یک بار برگزار می‌کند. رمزارز شیباینو بیشتر از 3 ماه است که الگوی آدم و هوا را شکل می‌دهد. اگرچه هفته گذشته شیباینو در آستانه عبور از مقامت اصلی خود قرار گرفت، اما شیبا بار دیگر به محدوده خود عقب نشینی کرد. به نظر می‌رسد عدم بی‌ثباتی بیت کوین و همبستگی آن با این میم توکن نقش مهمی را در نوسانات ثابت شیبا دارد. جدا از این، شیباینو در پی خبر لیست شدن آن در پلتفرم معاملاتی رابینون در 12 آوریل یعنی 23 فروردین به سرعت 36% افزایش یافت، اما تقریبا 18% از اوج خود کاهش پیدا کرده است و در حال حاضر در محدوده قیمتی 0.4 تا 0.23 دلار در حال معامله است. پرایس اکشن شیباینو بیشتر از 3 ماه است که فعلا موفق به رسیدن به خط 0.4 تا 0.32 دلاری نشده است. امید نظری حاکی از امکان رسیدن قیمت به سطح 0.4 تا 0.45 دلاری است. از این رو روند سودی میتواند تا سطح روانی 0.4 تا 0.50 دلار ادامه پیدا کند. در مجموع شیباینو تا سطح 0.4 تا 0.45 دلاری 80% و تا سطح 0.4 تا 0.50 دلاری 100% رشد میکند. علی‌رغم اینکه شرایط برای سودی شیباینو مهیا است، اما بزرگترین رمزارز بازار جهت آلتکوین‌ها تعیین می‌کند که اگر قیمت بیت کوین کاهش پیدا کند، شیبا نیز از این روند پیروی خواهد کرد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کانال رو حتما فعال کنید تا هیچ‌چیز از ویدیوهای ما رو از دست ندید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.